مهمانان امروز ما کی هست مریم جان؟ بله، آقای حمید انصاری هستن که خب نقشایی را که در سریال های مختلف در طولون میخوانن. یکی دو نقش ما همراهتون شریک میسازم. در سریال عثمان نقش بامسی را میخوانن و در سریال زلیخا نقش یلماز. بله، و آقای امید رئوفی. بله، که اینا هم نقشایی را که به خانش گرفتن در سریال پیوندها نقش ملا علی و غفور هم در سریال زلیخا. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر، زنده باشین. واقعا همکارا، من صبحی را میخواستم اتفاقی یاد کنم که در سریال زلیخا غفور اینقدر جملات جالب، یعنی در دوبلش وجود داره، اینقدر جملات جالب میگه که حتی این گپایی که کل مردم ما و شما استفاده میکنیم، نه؟ غفور امی غذا خوردنش بر من جالب است. بسیار چلب چلب است، یک سر صدا داره و بسیار چیکام است. اونا یک کرکتر دارن که همیشه در خوردن هستم. یه چهارم نیست، همیشه میخورم. اما یک دیالوگ مشهور که میگه او زنکه برم نان گفت که گوشتن شده. یا چای میخوای یا میشه یا میخوای. یک صدا کنیم که مثلا غذا را بیاره زنکه. واسه یک دیالوگ دیگه. چای صبح مثلا شما نشون نکنیم. او روز عصبانی شده بود، به شرف میگفت کلاگیر. خب فعلا مردم ما به مت یک 10 سال دیالوگ های از اونها را زیادتر خود ما میسازم. چیزایی که مردم فعلا نامیانه کار میکنن. چیزایی که مردم فیلنده میگن و مردم هم چیزا ضرورت دارن، کوشش میکنم که دیالوگای شب بسازم، جور کنم یک چیز خوب با مردم باشه که مردم لبخند بلا باشن، رابطه برقرار میشه. بله بله بله. و ناگفته نمونه که نقش ملا علی هم در سریال پیوندا که نقش مرکزی از همگی دوستش داره و صرف به خاطر ملا علی سریال میبینن، اینا نقش اونا رو هم به خانش گرفتن. خب اما یک صدا کنیم برای صبحانه آوردن که شما گرسنه هستید. غفور غفور سانیا او زنکه یک گلاس چای بیار که القه دانم خشک شد، زود شد دیگه. میشه به این قسم در جنگ است، میشه این قسم گفت فقط زغال مغال سر. و بامسی که من یکی از کرکترهای بسیار مورد علاقه در سریال قیام است، سریال عثمان که فعلا نقش میخوانن. بله. خب بامسی دیگه بامسی که البته باز در پس بعدیش هم بود دیگه، سرویش سفید شده هنوز هم بود. خب اولی که بامسی هم یک کرکتر بسیار خاص است و گپای بسیار جالب داره. بله. تقریبا بعض وقتا حالت کمدی به خود میگیره. از اما اول شما بامسی را نقش کار بله میکنه. از اون فصل اول که سریال قیام آمد و طغرل رو کار کرده بود او و دو نفر از افراد نزدیکش یا نفرهای نزدیکش، یکیش بنام ترگوت بود، یکیش بنام بامسی، که بامسی کاستنگ شد. بعد از کاستنگ ما خوندم را که تا حالا هم که عثمان است، امرای عثمان است کار میکنه. خب و یک کرکتر بسیار جالب و پرچالش است. در نقش بامسی را وقتی که به خانش میگیرن فکر میکنم تون صدای خود تغییر میکنن، چون امیال که صحبت میکنن فکر میکنم که یلماز در مقابلم شیست. همونطور احساس کنیم. بله ها، چون از سریال قیام تا حال را چند فصل شد، از او خاطر امو کرکترش تغییر کرده، یعنی سنش زیاد شده، با مو سن شخصیتش باید صدام باشه. خب یک دیالوگ از شما مشنایم، دلتان که از یلماز میگین یا از بامسی را؟ والا دل شما ما از اول از بامسی. از این نقشایی که یعنی میخوانید در سریال های مختلف، بله، کدامش زیاد هم تو به طب دل خودتان است؟ والا سری یک کرکتر در هر نقش باید حاکم باشه. بله. به خاطر از اینکه هر سریال هر شخصیت از خود هر کرکتر شخصیت خاص داره. ولی ما زیادتر نقش بامسی چون از فصل اول خواندیم زیادتر خوش هستم، و به خاطر از اینکه یک کرکتر گفته مصطفی جان هم کمدی است، یک کرکتر پرچالش است، هر در هر شخصیت بازی کرده در 3-4 فصل. یکی از قهرمانان مورد سریال مورد علاقه ما زیاد است. یکی از دیالوگایشان خیلی بگوین دیگه برام. یکی از دیالوگایشان امرای رئوفی صاحب است که در سریال در فصل که امرای عثمان است و مشترک میشه. بله، چون عثمان یک قسمت است که زخمی شده. شما کدام نقش دارید؟ گندوز. بیادر گندوز برادر عثمان نقش میخوانن و عثمان زخمی شده، او را گرفتن میارن به قبیله و دیالوگ است بین جناب بامسی، من نتونستم از امانت پدرم درست حفاظت کنم،
من مانت پدرم خیانت کردم، عثمان از پیش من رفت، عثمان زخمی ساختن، حالا من چی کنم؟ بچه تشویش نکو، خدا مهربان است، عثمانم خوب میشه، خوب میشه انشالله. ما عثمان و من همه ایمانم چیز شوه، تو تشویش نکو، ما هستم، تو استوار باش، قوی باش، خدا استوار بگی بچه‌ام، انشالله عثمانم خوب میشه، خوب میشه. من همه ایمانم. بسیار زیبا بود. و یک نقش دیگر که از آقای امید رئوفی که به خوانش گرفتن از کارتون قند آقا، از صدای او را شما فکر میکنم که نقش بسیار جایی کوتاه کوتاه بود که از قند آقا را میخواندیم، از قند آقا را میخواندیم. یک دیالوگی از قند آقا را اگر بر ما بگویم، یک توصیه اگر که کوتاه هست، لطفاً کرونا را جدی بگیرین و در خانه خود باشین، از خانه بیرون نبراین. یک دیالوگه که جالبی که میشه میگفتیم روزای کرونایی زیاد. خب بسیار عالی بود، فوق‌العاده است. بعض وقتا دو نقش را که همزمان شما دوبله میکنین و دو نقش در مقابل هم قرار میگیرن در سریال ها، این رو چطور شما حس میگیرین؟ یعنی باید در دو نقش بسیار وارد شوید؟ خب یک کرکتر که دوبله میکنه باید صدای مختلف هم داشته باشه، و از او خاطر و دو کرکترهایی که در مقابل هم قرار میگیرن زیادتر، ما نقش های ممنطور بوده که زیادتر کرکترهایی که خواندیم در مقابل هم قرار گرفتن، و هر دوبلر باید تغییر صدا داشته باشه، که یکی از مهارت‌های یک دوبلر باید باشه. خب امشب هم فکر کنم آخرین قسمت سریال پیوند ها است، سریال خلاص میشه که امید جان نقش مرکزی سریال به خانش میگرفتن. در سریال جدیده که تازه اعلاناتش نشر میشه، ریحان، هم شما کدام نقش دارید؟ بله بله، نقش پدر دختر است. نقش پدرشون رو میخونم. تشکر میکنم از شما که آمدین، افتخار میکنیم به شما و همه دوستان دارم. برای دیدن قسمت های جالب و دیدنی بامداد خوش، اینجا را کلیک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین.